آهو سرعت‌های متفاوتی دارن. شاید براتون جالب باشه که میانگین سرعت شیر نزدیک به 57 کیلومتره، در حالی که بچه ها سرعت آهو 90 کیلومتره. حالا نگیم دو برابر، ولی بیش از 1.5 برابره. اما چی باعث میشه که آهو شکار شیر میشه؟ چون مدام بر میگرده و پشت سرش رو نگاه میکنه و ترس شکار شدن رو داره و ترس از اینکه نکنه موفق بشم، این در نهایت باعث میشه سرعتش کم بشه، شاید به یه نوعی حواسش پرت شه و در نهایت شکار شیر میشه. بعضی وقتا فکر میکنم ما چقدر تو زندگی درگیر نگاه آهویی هستیم، چقدر بر میگردیم، عقب رو نگاه میکنیم، سرعتمون کم میشه و در نهایت باعث میشه به اون چیزی که میخوایم نرسیم. حالا خدا نکنه که این وسط شکار بشیم. اینا رو گفتم یه مقدمه کوتاه برای اینکه میدونم همه ما برنامه داریم، با دقت روبروی خودمون رو فقط نگاه میکنیم و با سرعت تمام، با همون 90 کیلومتر سرعت که یک آهو داره میدویم که به هدفمون برسیم. اما اینجا جزوه حسابانی یک من آماده هست که دانش آموز خانم کسایی نازنینم باشم. عرض سلام و ادب، شنبه و اسفند با هم مبارک. خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت همه علاقمندان یادگیری درس شیرین حسابان یک، به ویژه بچه‌هایی که از کرمانشاه همراهمون هستن. من اینجا یه تصویری از باغ طاق بستان رو آوردم که حالا هوای نوروزی رو داره در واقع این تاق، و امیدوار هستم که این سایه کرونا از بالا سر ما بره و ما بتونیم برگردیم و با خیال راحت این جاذبه های دیدنی کشور نازنینمون رو ببینیم. من جلسه پیش بچه بحث نسبت های مثلثاتی برخی از زوایا رو شروع کردم و از شما خواستم که اگر که انیمیشن هایی تو این زمینه طراحی میکنید شما یا ایده هایی دارید برای یادگیری راحت تر بحث مثلثات یا حفظ کردن فرمول های مثلثاتی یا هر ایده ای که میتونه در واقع مطرح بشه در کل کشور و بقیه بچه ها ازش استفاده بکنن، حتما به این ایمیل برای من در واقع ارسال بکنید که بعد از بررسی انشاءالله اینجا پخش بکنیم به نام خودتون که همه بتونن استفاده بکنن. اما بحث ما همچنان روی نسبت‌های مثلثاتی موندش و تموم نشده بود. برای اینکه من بتونم ادامه بدم یه مروری داشته باشم رو بحثی که جلسه پیش داشتیم و بعد میریم سراغ بحث امروزمون. اگه یادتون باشه که حتما باید یادتون باشه، ما اومدیم گفتیم که ما یه سری نسبت‌های مثلثاتی معروف و زوایای معروف رو می‌شناسیم، پی سوم، پی ششم، پی دوم، اینا رو می‌شناسیم. حالا اگر به من بیاد 7 پی ششم بده چی؟ اگه به من بیاد 101 پی سوم بده چی؟ اینا رو چه جوری باید حساب کنم؟ که دیدیم به راحتی با تبدیل کردنش به زاویه‌های حاده‌ای که می‌شناسیم می‌تونیم ما نسبتش رو پیدا بکنیم. یه نمونه‌اش این بود که اگر زاویه منفی به من داد، یعنی قرینه اون زاویه مثلا پی سوم یا مثلا منفی پیشی شما به من ده، چجوری حساب کنم؟ یادمون هست دیگه که گفتیم نسبت‌های مثلثاتی زوایای قرینه همشون قرین منفی رو میدن پشتشون، جز کسینوسی که منفی رو اصطلاحاً گفتیم میخوره. بله، فقط کسینوسه که در واقع مثلا کسینوس منفی پی سوم با کسینوس پی سوم با هم برابر هستن. شکلش هم که مفصل راجبش صحبت کرده بودیم. و بعد رسیدیم به زوایای مکمل، زوایای پی منهای آلفا. یعنی چی؟ یعنی ما به اندازه پی تا بریم، پی همون 180 درجه بود دیگه، آلفا تا که برگردیم میفتیم تو ربع دوم. توی ربع دوم حالا نگاه میکنیم ببینیم نسبت مثلثاتیمون علامتش چیه و بر اساس اون میایم اینها رو مشخص میکنیم. بچه ها همیشه شما محور ایکس ها همیشه تو ذهنتون باشه، کوسینوس های ما هستن محور ایگرگا سینوس ها. خب وقتی میفته تو ربع دوم ایکس های ما منفی هن دیگه، اون طرف هستن، پس کوسینوس منفیه، سینوس چیه؟ مثبت هست. پس من وقتی میخوام اینو بر اساس زاویه حاده بنویسم میام میگم که سینوسش که با همین برابر هستش، ولی کوسینوسش قرینه این میشه، چون نگاه کنید کوسینوس خود آلفا این مقداره، در حالی که کوسینوس منفی آلفا همین مقدار هست اما قرینش هستش. تانژانت و کوتانژانت هم به همین صورت. ضمن این که من یادم نمیره که هر جا سینوس کوسینوس علامتاشون یکی نبود، تانژانت کوتانژانت منفی در میاد، چون از تقسیم اینا دوتا به هم به دست میاد. بعد رسیدیم به پی به علاوه آلفا، دیگه واقعا اینا کاری نداره، اینا بازی کردن هست. پی به علاوه آلفا یعنی 180 به اضافه آلفا، میفته تو کدوم رو؟ میفته تو ربع سوم. تو ربع سوم هم ایکس های ما تماما منفی هستن هم ایگرگ های ما تماما منفی هستن. یعنی چه اتفاقی میفته؟ س
سینوسش میشه منفی سینوس، کوسینوسش میشه منفی کوسینوس. بچه ها هم علامتن، انتظار داریم تانژانت کوتانژانت مثبت باشن. بله. و در حالت کلی اومدیم گفتیم دو کاپی رادیان، نه فقط پی به اضافه آلفا، دو پی به اضافه آلفا، چهار پی به اضافه آلفا، هر مضربی از، حالا بعداً می‌بینیم اینجا که داریم مضرب زوجش رو فقط می‌گیم، هر مضرب زوجی از پی رو که بگیریم ببینیم چه اتفاقی می‌افته. بچه ها یه دو پی یعنی یه گردش کامل، چهار پی، شیش پی، یعنی یه دور کامل میزنیم. ویژگی دایره همینه دیگه بچه، شما وقتی که از نقطه شروع حرکت میکنید روی دایره و در واقع شروع به حرکت میکنید، نهایتا یه جای بالاخره باز به همون نقطه شروعتون بر میگردید دیگه. و همین باعث میشه که در واقع یه سری ویژگی ها خودش رو نشون بده که چهار پی، شیش پی، هشت پی، همشون به همین نقطه شروع بر میگردن. آلفا تا که بهش اضافه کنم چه اتفاقی میفته؟ همون دوباره تو ربع اول قرار میگیره و تو ربع اول همه نسبت‌های مثلثاتی ما مثبت هستن. پس مثلا سینوس 6 پی به اضافه آلفا با چی برابره؟ با سینوس آلفا برابره. مثلا سینوس 100 پی به اضافه آلفا، دیگه یواش یواش داریم بزرگش میکنیم، 100 یه عدد زوجه دیگه، 100 پی به اضافه آلفا باز میفته تو ربع اول و فرقی برای ما نمیکنه. اما دو کاپی منهای آلفا به چه صورتیه؟ دوباره من یه دور کامل میزنم، حالا هر چند دور، نه یک دور، دو دور، سه دور، صد دور، و منهای آلفا چه اتفاقی میفته؟ آلفا تا بر میگردم و میفته توی ربع چهارم. توی ربع چهارم کوسینوس مثبت، سینوس منفی هستش. بله. و بقیه نسبت هم که بر اساس این به دست میادش. پس الان بچه من اگر به شما بگم مثلا سینوس 300 پی منهای پی سوم، شما چی میگید؟ 300 پی یعنی یه مضرب زوجی از پی، یعنی دوباره برمیگرده همینجا. منهای پی سوم یعنی برمیگرده تو ربع چهارم. سینوس تو ربع چهارم منفیه. پس میشه منفیه سینوس پی سوم. سینوس پی سوم هم که بلد هستی میشه رادیکال 3 دوم، یعنی منفی رادیکال 3 دوم. اما این بحث جدیدیه و بسیار هم مهمه، یه کوچولو با بحث قبلیمون فرق میکنه. آها نه، پی دوم منهای آلفا رو گفته بودیم، پی دوم به اضافه آلفا بعدیشه. پی دوم منهای آلفا و متمم هامون هستن. متمم ها چجوری بودن؟ از پارسال ما اینا رو یادمون هستش دیگه، که وقتی دوتا زاویه متمم هم بودن، یعنی مجموعشون میشد 90 درجه، سینوس یکی با کوسینوس اون یکی برابر میشد و بالعکس تانژانتش با کوتانژانتش، اثباتش رو انجام داده بودیم. من این رو الان اینجا آوردم که با قبلی ها مقایسه کنید بچه ها به دقت. اگر شما اینجا پی، دو پی، سه پی، چار پی، ده پی، صد پی داشته باشید، نسبت عوض نمیشه. ولی اگر اینجا شما پی دوم داشته باشید نسبت بر میگرده. اگه سینوس باشه میشه کوسینوس، اگه کوسینوس باشه میشه سینوس آلفا. حالا میریم الان توی بعدیش در واقع باز بیشتر میبینیم این بحث پی دوم به اضافه آلفا. همینجوری الان فعلا تصور بکنید تو مرحله اول پی دوم به اضافه آلفا تو کدوم ربع میفته؟ دوم. آفرین به شما، میفته تو ربع دوم، یعنی اینجا میفته. پی دوم به اضافه آلفا بچه این سبز است. من میخوام نسبتهای این سبز رو به دست بیارم. خب یه ذره قیافش با اونایی که ما تا الان کار میکردیم فرق میکنه. پس من میام چی کار میکنم؟ چون میخوام الان سینوس پی دوم به اضافه آلفا کوسینوسش و بقیه نسبتها رو در بیارم. من میام میگم که در واقع دارم اثبات میکنم فرمولی که میخوام بگم. این دوتا مثلث صورتی ها رو در نظر بگیرید. بچه ببینین قبول دارین این دوتا مثلث ها با هم برابرن؟ هم نهشتن، یعنی هم نهشت هستن با هم دیگه. بله. و ترها که شعاهای دایره هستن با هم برابرن. تتام که در هر دو مشترکه، چون من یه پی دوم تا اومدم یه تتا تا بهش اضافه کردم دیگه، در هر دو مشترکه. اینا به حالت وتر و یک زاویه حاده با هم دیگه برابر میشن. وقتی این دو تا مثلث با هم همنهش میشن، تک تک اعضای این مثلث ها با هم همنهش میشن دیگه، یعنی ضلع پی پریم با کیو کیو پریم برابر میشه، او کیو پریم با او پریم برابر میشه دیگه. یعنی دارم میخوام بهتون بگم که حالا سینوس یکی با کوسینوس اون یکی و بالعکس برابر میشه. خب پس بریم نتیجه بگیریم که این دو تا ضلع ها با هم دیگه برابر هستن. آها این الان با مکملش میشه دیگه. خب حالا بریم ببینیم ایکس کیو رو نگاه کنید بچه. ایکس این کیوه، ایکسش یعنی این مقدار هست. این مقدار یعنی چی؟ یعنی کوسینوس همین زاویه پی دوم به اضافه آلفا. ایکس کیو با ایگرگ پی برابره. ایگرگ پی کدومه؟ با سینوس اون یکی برابره. البته با منفی، چون این ور کوسینوس منفیه در حالی که این ور سینوس مثبت هستش.
پس میشه کوسینوس پی دوم به اضافه آلفا با قرینه سینوس برابره، چون کوسینوس منفی اما سینوس مقدارش مثبت، مقداری یکیان، علامتی با هم فرق میکنن. و در مورد بعدیش الان نگاه کنید، از این ور چی؟ این الان سینوس، سینوس پی دوم به اضافه آلفا با کوسینوس یکی برابر میشه، دقیقاً دو تاشون هم مثبتن، جفتش بله هر دو مثبت هستن. سینوس و کوسینوسش رو در آوردیم، تانژانت و کوتانژانتش رو شما بگین از نظر علامتی. خب از نظر علامتی مال این یکی چون دوتا هم علامتن مثبتن، مثلث سمت چپ منفی مثبتن، منفی میشه. مال پی دوم به اضافه آلفا منفی میشه. بریم اینجا همه رو یه دفعه با هم ببینیم. سینوس پی دوم به اضافه تتا با کوسینوس تتا برابر میشه. کوسینوسش با منفی سینوس، تانژانت و کوتانژانت گفتم وقتی اینجا علامتاشون یکی نباشن، تانژانت کوتانژانت هم منفی هن. اما میخوام واضح‌تر راجع به این بگم، بچه ها دقت بکنید. الان من پی دوم منهای آلفا و پی دوم به اضافه آلفا رو در آوردم، ولی ممکنه شما از شما 3 پی دوم رو بخواد، 5 پی دوم رو بخواد، 7 پی دوم منهای آلفا رو بخواد. اینو تو ذهنمون باشه بچه ها، هر وقت هر مضربی از هر مضرب، مضرب فردی که با پی دوم، با دو پی دوم ساده نشه، هر مضربی از پی دوم رو دیدیم بلا فاصله این بیاد تو ذهنتون که نسبت بر میگرده. چجوری؟ اگه سینوس باشه میشه کوسینوس، اگه کوسینوس باشه میشه سینوس، اگه تانژانت باشه کوتانژانت، کوتانژانت باشه تانژانت. اما نکتهش تو علامتشه. چی کار میکنم؟ خوب گوش کنید. نگاه میکنم میبینم پی دوم به اضافه تتا یا هر چند پی دوم، هی پی دوم پی دوم تا میتونم اینو در واقع مضرب بهش بدم. حالا من با پی دوم کار میکنم، پی دوم به اضافه تتا میفته توی ربع دوم. سینوس به این نگاه میکنم، سینوس ربع دوم مثبت، پس میشه مثبت، نسبت برمیگرده کوسینوس تتا. تو بعدیش پی دوم به اضافه تتا همچنان تو ربع دومه، کوسینوس تو ربع دوم منفیه، پس میشه منفی سینوس. پی دوم نسبت رو برمیگردونه. اینا بنویسید، البته که انقدر باید تمرین کنین که داشته باشین. پی و مضارب پی هیچ کاری و هیچ آزاری به نسبت نمیرسونن. مضارب فرد پی دوم، پی دوم، سه پی دوم، پنج پی دوم، یازده پی دوم فرقی نمیکنه. اینا نسبت ها رو عوض میکنن. اگه سینوس باشه کوسینوس، اگه کوسینوس باشه سینوس و بالعکس. تنها نکتهش در پیدا کردن علامته. هر چی به من دادن نگاه میکنم ببینم تو کدوم ربع میفته، نسبتم توی اون ربع علامتش چیه، علامته رو میذارم، نسبت رو برمیگردونم. الان پی دوم به اضافه تتا تو کدوم ربع خانم؟ ربع دوم منفی تانژانت ربع دوم، پس میشه منفی کوتانژانت تتا، نسبت رو برگردون دیگه. و کوتانژانت هم دقیقاً همون مثل تانژانت میمونه برای ما. دوست. نسبت رو برمیگردونه، اگه بخوایم فارسیشو بگیم یعنی سینوس و کوسینوس میکنه، تانژانت و کوتانژانت، اینو میگیم دقیقاً نسبت رو برمیگردونه، نسبت رو عوض میکنه، شاید حالا به این صورت باشه. بله سینوس رو کوسینوس، کوسینوس سینوس، و تانژانت رو کوتانژانت میکنه، کوتانژانت رو تانژانت میکنه. خب بریم مثال حل کنیم براش، ببینیم که این حرفایی که زدیم چی بود. خب الان بچه 135 درجه رو ببینید، ما میخواییم سینوسش رو پیدا بکنیم. شما به دو روش میتونین سینوس 135 درجه رو پیدا کنید. یکی اون چیزی که جلسه پیش گفتیم، یعنی پیه منهای آلفا یا دو پیه بز... یا پی دوم به اضافه آلفا. آفرین به شما، یعنی یا از 180 یه زاویه رو باید کم کنم که به 135 برسم، یا به 90 یه زاویه رو اضافه کنم که به این برسم. چون الان درس ما اینه، من از اون در واقع 90 استفاده میکنم. خب 90 به اضافه 45، اول گفتیم چیکار میکنیم، نگاه میکنیم تو چه ربعی میفته، تو چه ربعی میفته 90 به اضافه دوم میفته. تو ربع دوم سینوس مثبت، چون 90 دیدم، چون پی دوم دیدم، نسبت عوض میشه، یعنی به جای سینوس بعد من چی بذارم؟ کوسینوس 45 و جواب میشه رادیکال دو دوم. چه خوب بود. بعدی 120 درجه، دوباره 120 هم بچه ها همینطوره، هم میتونم بنه، بستگی داره که دستتون به چی در واقع روون شده باشه یا معلومات مسئله چی باشه. حالا ما اینجا با زاویه‌های معروف داریم کار میکنیم، یه وقتی میبینید توی مسئله به شما میگه کوسینوس آلفا، اصلا آلفا رو بهتون نمیده، این مقداره، حالا شما بیاین بقیه نسبت ها رو پیدا بکنید، اونجا دیگه بر اساس خود مسئله این کار رو انجام میدید. خب هم من میتونم بنویسم 180 منهای 60، هم میتونم بنویسم 90 به اضافه 30. خب من مینویسم 90 به اضافه 30 میفته تو ربع دوم، کوتانژانت تو ربع دوم منفیه، 90 نسبت رو عوض میکنه، یعنی کوتانژانت رو کرد تانژانت، تانژانت 30 چقدر هستش؟ رادیکال 3 سوم، پس جواب میشه منفیه رادیکال 3 سوم. باشه همینطوری هم بخوایم با خودمون چک کنیم، 120 درجه میفته تو ربع دوم دیگه، نه
دروب دوم تانژانت من انتظار دارم که منفی در بیاد، یا حالا کوتانژانت منفی در بیاد، اینا علامتاشون یکیه. خب اینا چیکارش کنیم؟ اولین کاری که میکنیم اینه که خودمون رو در واقع از شر منفی خلاص بکنیم. چه جوری؟ نگاه میکنیم ببینیم نسبت چی هستش. سینوس، تانژانت، کوتانژانت باشه منفی رو میده پشتش، کوسینوس باشه منفی رو میخوره. یعنی میشه چی؟ این از اینجا که تا اینجا خیالمون راحت بشه. حالا 5π6 چقدره؟ اگه یادتون باشه جلسه پیش بهتون میگفتم این ضریب رو نگاه کنید. 150 درجه است. بله. این ضریب رو نگاه کنید. بیاین بالا بگین 5π در واقع 6π منهای π، بعد کسر رو تفکیک می‌کردیم و می‌نوشتیم. حالا من می‌خوام با π دوم کار بکنم. 5π6 یعنی 5 تا π6. π6 چند درجه بود؟ 30 درجه. 5 تا 30 درجه یعنی چقدر؟ 150 درجه. 150 درجه از کجا میادش؟ 90 به اضافه 60. یعنی میشه π دوم به اضافه π سوم. خب دوباره این زنگ خطره اینجا داره در واقع به صدا در میاد. π دوم اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ نسبت رو عوض میکنه. یعنی کوسینوس باشه سینوسش میکنه. خب π دوم به اضافه π سوم میفته تو ربع دوم دیگه، اصلا کلا 150 درجه میفته تو ربع، ببخشید تو ربع دوم میفته. کوسینوس تو ربع دوم منفیه، پس منفیشو میذارم، اما نسبت برمیگرده میشه سینوس π سوم. سینوس π سوم هم که رادیکال 3 دوم هست، منتها منفیش. سخت که نیست، خیلی خوب بود. خب بریم همه اون حرفایی که زدیم و با توجه به فعالیت صفحه 102 کتاب یه جمع‌بندی داشته باشیم. تتامون و حواسمون هست که بین 0 و π دومه. خب π منهای تتا گفتیم کجا میفته؟ تو ربع دوم میفته. بر اساس اینکه تو ربع دوم میفته سینوس مثبت، اینا چون خود کتاب داره دیگه، من همینجوری گذاشتم کوسینوس منفی تو ربع دوم و تانژانت هم منفیه. سینوسش با چی برابر میشه؟ سینوس π منهای آلفا. سینوس π منهای تتا میفته تو ربع دوم، چون 180 تا بدیم تتا تا برگردیم تو ربع دوم میفته. سینوس هم تو ربع دوم مثبت، π هم هیچ اذیتی نمیکنه ما رو، یعنی نسبت رو بر نمیگردونه اگه سینوس خودش میشه. کوسینوس رو شما بگید. کوسینوس π منهای تتا میشه چی؟ آیا نسبت اولا علامتش نسبت... چیه؟ نه دیگه، چون که علامتش منفیه، علامتش میشه منفی. نسبت هم که همونطور که گفتید بر نمیگرده دیگه، یعنی این برابر میشه با منفی کوسینوس تتا. حالا تانژانتش چی میشه؟ یه سوال بپرسم باشید، من یه ذره قبلیم دیر جواب دادم. این الان همون نکته بود که ما اون جلسه گفتیم، گفتیم هر زاویه‌ای با سینوس مکملش برابره، یعنی سینوس الان پی منهای آلفا با سینوس این همون نکته جلسه بله همونه. داریم فقط یه دور مرور می‌کنیم با هم دیگه. تانژانتش که با میشه منفی تانژانت و کوتانژانت. تانژانت و کوتانژانت بچه‌ها میدونید دیگه، همیشه با هم دیگه هم علامت هستن. خب بریم تو پی به اضافه آلفا. پی به اضافه من همش میگم آلفا، کتاب اینو تتا نوشته. پی به اضافه تتا کدوم ربع میفته؟ سوم. تو ربع سوم میفته، یعنی اینجا میفته در واقع اینجاست. خب علامت ها چیه؟ سینوسش منفی، کوسینوسش منفی، تانژانت و کوتانژانت مثبت. مثبت، آفرین به شما. خب سینوس پی به اضافه تتا چی میشه؟ سینوس پی به اضافه تتا بازم همون سینوس تتا میشه، منتها علامتش چیه؟ منفیه. کوسینوسش چی میشه؟ همون میشه، فقط علامتش منفیه. بله، چون تو ربع سوم هم سینوس منفیه هم کوسینوس. تانژانت و کوتانژانت دیگه کاری نداره دیگه، نگفتیم اینا وقتی هم علامت باشن اینا حتما چی هستن؟ مثبت هستن. هم تانژانتش مثبته هم کوتانژانت، چون تو ربع سوم اصلا کلا تانژانت و کوتانژانت مثبت. دو کاپی منهای تتا. بچه دو کاپی یعنی من هی بیام دور بزنم یه تتا تا ازش کم بکنم، کجا میفته؟ ربع چهارم. به من بگید نسبت ها چی هست تو ربع چهارم؟ سینوس منفی، کوسینوس مثبت، منفی، کوتانژانت هم منفی. دقیقا الان شکلش هم که اونجا آمد. خب دو کاپی منهای تتا میفته تو ربع چهارم. تو ربع چهارم سینوس منفیه، پس میشه منفی سینوس تتا، اما کوسینوس مثبت خودش میشه. تانژانت کوتانژانت چون اینا هم علامت نیستن اونا منفی در میان، ضمن اینکه تو ربع چهارم هم منفیه. و دو کاپی به اضافه تتا یه دور کامل میزنم، یه تتا تا بهش اضافه میکنم، یعنی میفته تو ربع اول. تو ربع اولم که بی آزارترین ربع دیگه، همشون با هم دیگه مثبت هستن. سینوسش و کوسینوسش و تانژانت و کوتانژانت همه با همون سینوس کوسینوس تانژانت در واقع تتا یکی میشه با هم دیگه.
درست شد؟ یه یادآوری خوبی بود یا نه؟ خیلی خب، گفته برای زوایای قرینه ای که آلفا با منفی تتا برابر باشه از کدوم ستون میشه نتیجه گرفت؟ این سمت چپیه؟ یعنی بله بله، یعنی میشه یه دور میزنیم و تتا تا برمیگردیم، دقیقاً با دو کاپی منهای تتا با هم برابر میشن. مرسی از شما. خب تمرین صفحه 104 مقدار نسبت‌های مثلثاتی رو خواسته، با هم شروع می‌کنیم به حل کردن. زمان داریم؟ فکر کنم یکیش حالا بتونیم حل کنیم. بعد هر 300 درجه رو چقدر بگیم بچه‌ها؟ 360 منهای در واقع 60 بیفته ربع 4 رو که سینوسش منفی باشه و میشه رادیکال 3 2 750 نزدیکترینش به 720 یعنی دو دور زدیم دوباره اومدیم تو ربع اول. آفرین به شما، یعنی دو تا 360 یا 4 تا 180 زدیم به اضافه 30 تو ربع اول همشون مثبتن که جواب میشه رادیکال. یه دونه دیگه حل کنیم بعد بریم زنگ تفریح. کوسینوس منفی پیشیشون، کوسینوس منفی رو میخوره، میخوره. مثبته دیگه در اومد. این که اصلا خیلی خوب، خیلی خوب بودش. یه توقف کوتاه داشته باشیم. خب بچه ها تا سر گزینه ای تست ثبت کردیم، چقدر خوب بود. اصلا نگاه من و بینشم به حسابان یک و دو تو مدرسه تلویزیونی خیلی عوض شده. بریم یه زنگ تفریح کوتاه داشته باشیم، خیلی کوتاه بچه ها، نرید یادتون بره ها. برگردیم با انرژی حال خوب حسابان رو ادامه بدیم. دوم حسابان یک بچه ها، شنبه ها من و شما با هم دیگه حسابان یک میخونیم، یک شنبه های یه زنگ آمار و احتمال داریم، سه شنبه و پنج شنبه دو زنگ هندسه دو میخونیم. بعد میدونید داشتم چی فکر میکردم، دو هفته پیش اگه سر کلاس هندسه دو بودید وقتی قضیه سینوس ها رو شروع کردیم، من واقعا بچه اونجا خیلی اشکال داشتم. بعد هفته پیش که این نسبت ها رو یاد گرفتیم، واقعا پنج شنبه وقتی سر کلاس هندسه نشستم اصلا یه دنیای دیگه بود، خیلی خوب بود. خیلی نیاز داریم، حالا سال دیگه هم میاد حسابان دو میخونیم که ما الان سه شنبه ها تو مدرسه میخونیم. واقعا هم بحث شیرینیه، هم کاربردیه، هم مطمئنم تو دانشگاه اگر رشته‌های مربوط رو داشته باشید که این دیگه اصلا با شما سنجاق میشه، حالا حالا ها هست. اما همه چیز اینجا حاضره، بریم کلاس رو شروع کنیم. سلام دوباره، خدا قوت. خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم. دوباره اینجا ما کوسینوس داریم، کوسینوس منفی داریم، منفی کوسینوس در واقع کوسینوس منفی رو میخوره. خب بچه رسیدیم به یه عدده که در واقع خیلی بزرگتر از اون چیزی است که ما تا الان داشتیم، 23 پی 4 روم. اینجاست که اینی که بهتون گفتم به درد میخوره. الان 23 رو من اگر با 4 مقایسه بکنم، نزدیکترین مضربی از 4 به 23 دارم 24. پس من میتونم 23 رو بنویسم 24 منهای 1 در واقع 24 پی منهای پی، تفکیکش بکنم میشه 6 پی منهای پی 4 روم. این دیگه آشناس برای ما، مضارب زوج پی منهای آلفا تو کجا میافتاد؟ ربع 4 روم میافتاد. چون پی دوم هم نداریم نسبت عوض نمیشه، همون کوسینوس میشه، میشه کوسینوس پی چهارم. تو رو به چهارم هم کوسینوس مثبت بود و جواب میشه رادیکال دو دوم. پنج پی چهارم نزدیکترین مضرب به چهار، به این مخرجش چهار هست، پس من پنج پی رو میتونم بنویسم چهار پی به علاوه پی، تفکیکش کنم، پی به اضافه پی چهارم بچه کجا میفته؟ 180 پی. بله سوم، سینوس رو به سوم منفیه، پس میشه منفی سینوس پی چهارم یا منفی رادیکال دو دوم. منفی 840 درجه بچه ها، اولین کاری که میکنم این منفی رو از بین میبرم. چجوری؟ تانژانت میده منفی رو پشتش، پس میشه منفی تانژانت 840. حالا 840 من باید از توش 360 یا 180 تا در بیارم دیگه. چجوری حساب کردین؟ من به 720 گرفتم، یعنی دو دور کامل زدم، اون 120 درجه باقی مونده اومد تو ربع دوم. یا همین کار رو میکنیم یا میگیم 5 تا 180 درجه، چون با پی ما همیشه کار میکنیم، میشه با 180 کار کنیم، میشه با همون 720 یا 360 720 این مدلی با هم کار کنیم که میفته در واقع 5 تا 180 تا. ببینید یه دور، دو، سه، چهار، پنج میفته تو ربع دوم منهای 60 که در واقع با منفی تانژانت 60. نگاه کنید بچه ها، ببینید یه پنج دور میزنیم، یک، دو، سه، چهار، پنج، منهای 60 یعنی میفته توی اینجا، توی این قسمت میفته و توی این ربع تانژانت منفی. منفیه، پس در واقع اینجا میشه منفیه، این منفی به خاطر در واقع این قبل ضریبیه که اونجا داشتیم، این منفی مال این در واقع 5 تا پی منهای 60 که جواب نهایتا میشه رادیکال 3.
منفی 150 دوباره منفی رو میدیم پشتش، 150 هم که دیگه باهاش آشناییم دیگه، مشکلی باش نداره. ما 180 قبلا عدد بزرگ حل کردیم دیگه، کاری نداره که 180 منهای 30 یا 90 به اضافه 60. حالا معمولا بچه ها تمایل دارن تا جایی که میشه با 180 کار کنن، چون نسبت رو بر نمیگردونه. 90 یه کوچولو در واقع باید یه ذره حواسشون جمع باشه. خب دوباره تو روب دوم، تانژانت تو روب دوم منفی و جواب نهایتا میشه منفی در منفی مثبت و به این نتیجه میرسیم. نه پی چهارم بچه ها، نزدیکترین ضریب به چهار و نه هشته دیگه، نه میشه 8 پیه به اضافه پی چهارم، میشه 2 پیه به اضافه پی چهارم که میافته تو روب اول و نهایتاً میشه رادیکال دو دوم. شما چجوری گفتید میافته تو روب اول؟ من گفتم 9 تا پی چهارمه دیگه، هر روب 2 تا پی چهارمه میشه 8 تا یکم. دقیقاً آفرین. پی چهارم 45 درجه است که هر دوتاش میشه 90 درجه. یعنی همینطوری میتونید شما بازی کنید با زوایا. این که حالا حتماً به این شکل بنویسید نیست، ولی من چون درسمون این هست و اصولی به این شکل هستش دیگه اینو گیر نمیکنید. حالا اون در واقع اون پو مدلی فکر کردن کاملاً خلاقیتیه. و آخریش تانژانت 10 پی سوم نزدیکترینش به 3 9 میشه 9 پی به اضافه پی سوم، دوباره من تفکیکش میکنم که میشه 3 پی به اضافه پی سوم. بچه 3 پی یعنی چی؟ یعنی 1 2 3 میفته اینجا به اضافه پی سوم، یعنی میفته تو ربع چهارم. تو ربع چهارم تانژانت مثبت، ببخشید میفته توی ربع اشتباه گفتم کلامی، میفته تو ربع سوم. تو ربع سوم هم تانژانت مثبت، پس جواب میشه رادیکال 3. این از بحث محاسبه نسبت‌های در واقع مثلثاتی زوایایی که ما حالا خیلی مستقیم نمی‌شناسیم، باید تبدیل کنیم تا بتونیم محاسبه بکنیم. اما می‌رسیم به درس سوم که بسیار درس جالبیه، بحث توابع مثلثاتیه. بچه‌ها ما تا الان فقط نسبت‌های مثلثاتی رو هی گفتیم، سینوس، کوسینوس این زاویه، تانژانت این زاویه. از اینجا به بعد می‌خوایم به چشم تابع بهش نگاه کنیم، تابع سینوس x، تابع کوسینوس x. چرا؟ چون سینوس کوسینوس هم در واقع مثل خیلی از توابع دیگه یه ورودی دارن یه خروجی دارن دیگه، و در نتیجه میشه به چشم تابع بهش نگاه کرد. حالا من چند تا مثال براتون آوردم، اینا حالا با ماشین حساب حساب کردیم یا اینکه حالا میشه حساب کردش، خواستم یه سری چیزا رو توجهتون رو بهش جلب کنم. ببینید سینوس 5 پی 4 مثلا شده منفی 7، سینوس 13 پی 6 شده نیم، سینوس 2 پی شده 0، و سینوس 4 رادیان، حالا لزومی نداره رادیان ما حتما پی داشته باشه، میتونه یه عدد همینطوری باشه، 4 رادیان شده منفی 75. خواستم بهتون چی بگم بچه، 4 رادیان رو یه لحظه ذهنی حساب کنید. 4 رادیان تو کدوم روب میافته؟ آفرین به شما، چون 3 تاش میافتاد اون بالا، 4 رومیه میافته و تو روب 4 روم سینوس منفی هستش. خواستم بهتون بگم من هر چی دلم خواسته جای ایکس گذاشتم و حاصلش یه سری عدد منفی، مثبت، صفر، عدد مختلف به دست اومده. یعنی یه در واقع به ازای یه سری از ورودی ها یه سری خروجی داشته، میتونه منفی باشه، مثبت باشه، میتونه محدود باشه، میتونه نامحدود باشه. در مورد ایکس ما هیچ محدودیتی نداریم بچه، چون رو دایره داریم میچرخیم دیگه، هر چقدر دلمون بخواد میتونیم بهش زاویه بدیم. اما در مورد حاصل سینوس یا حاصل کوسینوس ممکنه محدودیت داشته باشیم که بریم ببینیم محدودیتش چیه. فعلا لو نمیدیم. من میخوام بیام نمودار تابع مثلثاتی سینوس رو داریم در مورد اون شعاع یعنی حرف میزنیم. بله. در مورد محدودیت محدودیتش بله. میخوام مثل همه نمودارهای دیگه بچه خوب دقت کنید این رو، مثل همه نمودارهای دیگه با نقطه یابی میخوام رسمش کنم. پی تقریبا 3.14 من میام 3 در نظر میگم. شما وقتی میخواین نمودار رسم کنید بیاین این کارو بکنید، پی رو 3 در نظر بگیرید. یعنی چی؟ یعنی این 3 ای که من اینجا جدول بندی کردم پی هستش، در نتیجه خود به خود 6 هم تقریبا میشه 2 پی داشته باشید. از 0 تا پی رو اگه من نصفش بکنم میشه پی دوم. اینجا دوباره از 0 تا پی رو به 3 قسمت تقسیم کنم پی سوم، یعنی در واقع کجا رفتیم؟ اومدم از پی تا 2 پی رو هم دوباره نصف کردم که شد 3 پی دوم. ببینید 1 2 3 پی گرفته بودم، پس یه قسمتش در واقع پی سوم میشه. و بخوام از 0 تا پی سوم رو هم دوباره نصفش کنم میشه پی ششم. ببینید من به این شکل اومدم
محور ایکس هامو چیدم. بچه دقت کنید، شما هم حتما این کار رو بکنید، چون بعدن که ما میایم نمودار سینوس کوسینوس رو رسم بکنیم، اگر شما اینا رو با این ظرافت و با این دقت رسم نکنید، یهو میبینید قلتون خیلی رفت بالا، حالا میبینیم دیگه دامنتون خیلی کوچیک شدش، در حالی که این باید شکل حالا خیلی دقیق نه، ولی تقریبمون نزدیک به دقیق رسم بشه. پس عدد 3 رو بگیرید پی، نصفش رو بگیریم پی دوم، یک سومش میشه پس پی سوم، دوباره از این فاصله اگه نصف کنیم میشه پی ششم. میام من نقاطم رو پیدا میکنم، ایکس ها رو بهش میدم، ایگرگاش به دست میاد دیگه، اینا دیگه شما بلد هستید محاسبه شده، و توی محور ایگرگ ها میام این نقطه ها رو دونه دونه پیدا میکنم. بچه ها ببینید، صفر و صفر همه کمتر از یک، پی ششم و نیم، پی چهارم که حالا اونجا نتونستم چون جاش جا میگرفت نتونستم بکشم، پی سوم و در واقع 8600، پی دوم و یک، و بعد برم جلوتر بچه ها سینوس پی صفره، سینوس سپی دوم میافتاد این پایین دایره، یعنی میشه منفی یک، دو پیمون صفر هستش. این نقطه ها رو من میخوام به هم وصل بکنم. ببینید دیگه الان تا دو پی اومدیم یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی من یه دور کامل زدم، دوباره هم بخوام دور بزنم رو همینا میفته دیگه، یعنی بیشترین مقداری که من دارم یک و کمترین مقداری که دارم منفی یکه. پس برد تابعه سینوس و حالا به تبع این کوسینوس از منفی یک تا یکه، محدودیت داریم تو برد، اما تو دامنه ببینید هیچ محدودیتی نداریم. حالا بریم و حالا ما توی یه در واقع دور اینو کشیدیم، با توجه به اینکه سینوس منفی x میشه منفی سینوس x و سینوس حالا مضارب p به اضافه x با خود سینوس x برابر هستن، ما میتونیم بیایم این شکل سینوس رو بکشیم و از دو طرف ادامه بدیم. نگاه کنیم بچه ها، این شکل خیلی در واقع شکل جالبیه، بدون اینکه من حرفی بزنم شما متوجه میشیم داریم میشید که چی کار داریم میکنیم، داریم نقطه یابی میکنیم، به x مقدار میدیم y‌اش پیدا میشه. ببینین تو دو پی سینوسش شد صفر، پنج پی دوم دوباره افتادیم از اول شروع کردیم به دور زدن تو دایره. حالا من این نقطه ها رو اگه بیام به هم وصل کنم یه همچین خطی به هم میده، این میشه نمودار تابع سینوس. میخوام اینو معادل سازی کنم با دایره. حالا بچه ها از این ور که داره میکشیم از اون ور به دایره نگاه کنید، تو پی دوم یک داره میشه، ربع اول رو گذروندیم صفر شد، ربع دوم هم گذروندیم ربع سوم، ربع چهارم، دوباره همون داستان داره تکرار میشه. چقدر خوب بود این انیمیشناش. تو چهار پی ببینید از اون ورم داره سینوس به صفر میرسه، از این ورم به صفر رسیدش و اینم شکلش. میبینید از اون ور نمیتونه بیشتر از یک باشه، از این ورم نمیتونه در واقع بیشتر از یک و کمتر از منفی یک باشه. کاش که این رو میشد مثلا به صورت گیف آماده کرد، بعد مثلا بچه ریاضی وقتی میخوان مثلا برای هم تشکر بفرستن یا مثلا حال همو بپرسن یه دونه اینا بفرستن، مثلا برای من یه دونه تا به سینوسی بفرست یا کوسینوس. جدی میگم چون این دیگه ملکه ذهنمون میشه. بله اینو من با جوجبرا درستش کردم بچه هم همینا بود. بچه از این انیمیشن ها شما تو مثلثات خیلی میتونید، حالا من فقط اینو با جوجبرا درست کردم، شما شاید نرم افزارهای دیگه ای بشناسید، من بدون اینکه حرف بزنم شما فقط کافیه اینو ببینید متوجه میشین چه اتفاقایی داره میفته اگر که در واقع آمادگی ذهنیش رو داشته باشید. اینا رو اگر که شما باز نمودارهای گویاتری ازش میتونید بسازید بفرستید برای این ایمیل، ما اینجا پخش کنیم بچه‌ها همه ازش استفاده بکنن. یه بار دیگه من خواهش میکنم ایمیل رو اگر ممکنه پی آندرلاین کسایی با دو تا اس k a دبل اس a e i @yahoo.com. بعد بچه‌ها یه خواهشی هم داشته باشم ازتون، چون ما با هم دیگه طبعا 5 ماه و نیمه که هم کلاسی هستیم، اگر تو فضاهای مجازی شما خیلی فعال هستید و میتونید اینها رو آماده کنید با هشتگ مدرسه تلویزیونی ایران با هم دیگه به اشتراک بذاریم که بقیه بچه‌ها اگه جاهای دیگه هستن اگه این برنامه رو از دست دادن داشته باشن، که انشالله دیگه خیلی باهاشون کار داریم. الان این یکی حالا چه اتفاقی افتاد رفت، حالا داشتید شما صحبت میکردین منفیارم کشیدش، یعنی وقتی توی منفی میفته زاویه ما از این ورم در واقع ایکسای ما منفی هستن و ایگرگاش هم به همین صورت. اینو رد کنیم مجدد برگردیم نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته.
تو قسمت زاویه های منفی هم همین قضیه داره تکرار میشه. بچه‌ها میبینین دو پی داره تکرار میشه، یعنی یه دور کامل میزنیم دوباره داریم تکرار میکنیم و همینطور این موج های ما اینجوری میتونیم بسازیمش. یه دور دیگه اینجا رو ببینید بچه ها، توی زاویه منفی نگاه کنید، اون بر تو دایره افتاد منفی، از این ورم زوایای ما منفیه، به منفی پی که میرسه از اون ور داره صفر میشه، از این ورم صفر میشه و الی آخر. خب یه نکته رو بچه در نظر بگیرید، دیدید من روی محور ایکس ها اومدم گفتم 1 2 3 تقریبا پی در نظر گرفتم و به این شکل اومدم دسته بندی کردم. یادمون باشه که زاویه تابع سینوس ایکس همیشه بر حسب رادیانه. اینو یادمون باشه، توی محاسبه حد، توی مشتق گیری ما بر حسب درجه کار نمی کنیم، ما با رادیان کار می کنیم. اگه بخوایم بر حسب درجه کار کنیم باید تبدیل واحد داشته باشیم. پس این یادمون نره که هر وقت از این به بعد من به شما میگم تابع سینوس ایکس، ایکس من یه عدد حقیقیه بر حسب رادیانه، مگر اینکه خود صورت سوال به ما بگه که بر حسب درجه هستش. خب بریم بچه‌ها اینجا رو ببینیم، این خیلی جالب میتونه باشه براتون. سینوس 2 رادیان و سینوس 2 درجه رو میخواییم با هم مقایسه کنیم. 2 رادیان یعنی عدد 2، یعنی ببینید همون عددهایی که ما میشناسیم 1 2، این زاویه رو من میخوام سینوسش رو پیدا کنم. نمودار سینوس که دیگه بلدم از اینه. آها این رو داشتم بچه‌ها میگفتم که واحدها رو دقت بکنید، وقتی از این ور این مقدار رو یک واحد در نظر میگیرید، از اون ورم همین یک واحد در نظر بگیرید، چون دامنه در واقع این سینوس 3 برابر ارتفاعش هستش. اینو دقت بکنید که بیخودی هی بلند و کوتاه نکشید، شکل تقریبیتون نزدیک به دقیق باشه. ببینید بچه‌ها این تیکه الان میشه سینوس، از اینجا تا اینجا مقدارش میشه سینوس 2. حالا بخوام برم رو دایره مثلثاتی، بچه دو رادیان چقدر بود؟ تقریبا 57 درجه بود دیگه، نه که ما گفتیم 60 در نظر میگیریم. بله ببینید از این ور من دو رادیان رو با دایره مثلثاتی هم که گفتم با سینوس چقدر اومد؟ همین مقداره دیگه. ولی بریم دو درجه رو ببینیم. 2 درجه خیلی کوچیکه بچه ها، من خیلی به سختی تونستم اینجا نشونش بدم. ببینید الان مقدارش رو اگر که شما با ماشین حساب کنید، سینوس 2 درجه مقدارش 3000 در میاد. 2 رادیان رو ببینید، 9 دهم تقریبا نزدیک به 1ه، در حالی که اینجا چقدر هست؟ 3000 هست. بنابراین حواستون باشه که ما وقتی نسبت مثلثاتی میدیم به صورت در واقع پیشفرض زاویه بر حسب رادیان، یعنی یه عدد حقیقیه، مگر اینکه مسئله به ما بگه. خب کوسینوس هم میتونیم بکشیم؟ بله 5 دقیقه فرصت داریم. خب باز همین کارو کردم، پی رو تقریبا 3 گرفتم، باز اومدم نصف 0 تا پی شد پی دوم، 1/3 شد پی سوم. فقط جالبش اینه ما وقتی رو صفریم اونجا کوسینوسمون 1 بود، یعنی از بالا. حالا باید ببینیم این اتفاق میفته یا نه. این در واقع به این صورت دسته‌بندی میکنم، جدولش رو میکشم، مقادیر رو بهش میدم، نقطه ها رو پیدا میکنم، این نقاطی که اینجا هست رو نقطه 0 مقدارش میشه 1 و به این شکل نقاط رو پیدا میکنم. یعنی ما امسال اساس رسم نمودارمون بر حسب نقطه یابیه. نقطه هاشو ببینید بچه، این قرمزا رو، حالا اینا رو من الان فعلا در حد چند تا زاویه معروف نقطه هاشو نشونتون دادم، ولی اگر بخوام بیشترش بکنم اینجا نگاه کنید چه اتفاقی میفته. تو 0 1 داره به پی دوم میرسه، کوسینوس پی دوم 0ه، کوسینوس بعد میفته تو ناحیه دوم، تو ربع دوم کوسینوس منفیه، افتاد زیر محور ایکس ها. تو 3π2 0ه، تو 2π1 هست، 5π2 0ه، تو 3π باز در واقع افتادیم توی گردش مجدد و نهایتا تو 4π هم که 1. بریم با دایره نگاه کنیم بچه‌ها. هی داره کوسینوس کم میشه، به 0 میرسه. چقدر خوب. بعد میفته منفی میشه، میفته زیر محور ایکس ها، تو پی منفی 1 دوباره 0 میشه و از این ور وای دوباره به مساحت 1 به 1 میرسه و باز تکرار میشه، همین شکل تکرار میشه برام.
و بعد این نقطه ها رو که میایم به هم وصل میکنیم، نمودار کوسینوس ما به این شکل در میاد که شبیه همون سینوس هست، منتها پی دوم تا اومده جلوی، حال پی دوم تا رفته عقب به این صورت. خب ما با توجه به اینکه زوایای منفی و دو کاپی منهای آلفا، دو کاپی به اضافه آلفا رو بلدیم، ما میتونیم نمودار سینوس کوسینوس رو هم تو قسمت زوایای منفی رسمش بکنیم با همون توضیحاتی که دادیم، هم توی زوایای مثبت. بچه دقت بکنید، یادتونه من به شما گفتم سینوس پی دوم منهای آلفا یا مثلا سینوس پی دوم به اضافه آلفا میشه کوسینوس، یعنی نسبت رو برمیگردونه. الان شما اگر به نمودار سینوس و کوسینوس توجه بکنید، الان همین اینو من پی دوم تا بیارم جلو، سینوس نمودار سینوس رو به هم میده. همینو الان پی دوم بیاریم جلو میشه نمودار سینوس، ببریم عقب در واقع منفی سینوس. و پس با توجه به این که این در واقع سینوس و کوسینوس تو 2π تا 4π، 0 تا 2π، به طور کلی تو بازه هایی که فاصله شون یعنی طول بازمون 2π هستش، این نمودار تکرار میشه. خب گفته که با توجه به نمودار کوسینوس که این هست، بیاین حالا به سوالات زیر جواب بدید. آیا میشه رو محور x ها عددی مثل x0 رو پیدا کرد که کوسینوسش بشه 1/3؟ هدف داره بچه ها از این سوال، میشه این کار کرد؟ من هندسی میام حلش میکنم. یعنی چی؟ میام خط ایگرگ مساوی 1/3 رو رسم میکنم. آیا نقاطی هست که کوسینوس بشه 1/3؟ بله، نگاه کنید الان اینجا کوسینوس شده 1/3. ممکنه من زاویهش رو نتونم دقیق در بیارم، ولی به هر حال یه زاویه هست که کوسینوسش میشه 1/3. یا نقطه بعدی رو ببینید، این زاویه یا نقطه بعدی. پس بیشمارتا من میتونم حالا پیدا بکنم نقاطی رو که کوسینوسشون شده 1/3، ولو اینکه من نتونم دقیقا بگم کدوم زاویه هستش. حالا تو این بازه به خصوصی که به من داده از منفی 2π تا 4π، 6 تا نقطه تونستم پیدا کنم که کوسینوسش میشه 1/3. بچه شما هر ایکسی که بهش بدید، هر ایکس حقیقی که بهش بدید، یه مقداری برای کوسینوسش پیدا میکنید که این مقدار حد اکثرش یکه و حد اقلش منفی. سوال ب رو ببینیم میتونیم جواب بدیم؟ نمیتونه باشه، چون دوه دیگه، بیشترین و کمترینش هم که یک و منفی یک هستش. خیلی خوب، ما 30 ثانیه فرصت داریم، چقدر زود گذشت، ولی خوب بود رسیدیم به اینجا. بله، بقیه باشه برای شنبه بعد انشالله. اصلا یه تجربه متفاوتی از حساب ها رو دارم تو مدرسه تلویزیونی امتحان میکنم، با اجازه شما کلاس رو به پایان میبرم. خیلی خوب بود، متشکرم دوستان عزیزم. یه دقیقه دفترها و کتاب ها رو میبندیم و از آن ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم و انشالله بعد از آن مدرسه در کنار شما ادامه خواهد داشت. از درگاه همچون تو کریمی هرگز نومید کسی نرفت و من هم نروم.